قرار نشد پسر بدی بشی. بولی جونم خالی کرد برو بخواب تو فرمشو که قصه قشنگ تری با ساتو بکن. شب بخیر مادر توبا. شب بخیر جونم. فرشتگان کیه؟ خودتون میفهمید. فعلا بخوابید. خدایا تو خودت پشتیبانی بچه های یتیمی اونا رو رستگار کن. نمیفهمن ما زندگی چی میفهمیم اگه تا آخره اون پشت این وسط بشینیم نمیتونیم سواری همچی ماشین بشیم. زندگی هم اگه هست زندگی پول دارد. زندگی هم اگه هست زندگی بسون دارد. از صبح تا شب پشت دست ما میتونم دستاشونو میکنم تو جیبشون. مشتریان پولا رو میریزم تو ترازو. شمم کشو با جیبای پر پول میرم خونه هاشون. اون وقت ما از صبح سر تا بوغ سر تو کوچه پرسکوشه ها داد میزنیم و شمم دست در پا دراسته را قدگرد میکنیم خونه. معنی زندگی رو اونا میفهمن. نمال افتزا این افتزه. سلام. قبل از اینکه سراغ داستان فیلم بریم میخوام بپرسم که چرا همه دلشون میخواد جای هم دیگه باشن؟ در صورتی که هر کس فقط در جای خودش میتونه خوشبختی رو پیدا کنه. به بغل دستیتون نگاه کنین. اگه شیکتر از شما باشه حتما دلتون میخواد جای اون باشه. اما اشتباه نکنین، هیچ بعید نیست که اونم آرزو کنه ای کاش جای شما بود. راستی اون سه تا بچه یتیم یادتونه؟ میایید با هم سیر طبیعی زندگی اونا رو تماشا کنیم. شاید در پایان جوابی برای این سوال داشته باشیم که چرا همه دلشون میخواد جای هم دیگه باشن. بده بوده که پرو بخواه بزا همین منو چه خودون گوری هستیم بابا. یالا بیم بده کاریتونو بدی. آخه اینم شد کار. از صبح تا شب تو سر کله هم دیگه میزنیم. آیا بابا بیا یه چند تا تو سر این صبح مفتا هم بزنیم.
کش 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 های پاول شما بی خودی آمدیم مقابل لباس شو با کردین حقش بود میرفتیم باشگاه مسابقه کشتی به دیگه این تو به میری از اون تو به میری های گذشته نیست حواستون رو خوب جمع و جور کنین رفت رشتکه میخواد بیرونتون کنین باشه فعلا تو برو میخواییم زود تعطیل کنیم پنجشنبه میدونیم بچه ها من از وقتی که یادم میاد تو زندگیم در نموندم میدونم بی پولی چقدر بده ولی شما چیزی دارین که من یه عمر آرزوشو میکنم اونم خوشبختیه به خدا حاضرم نصف عمرمو بدم جای شما علکی خوشا باشم جون شما برس رادیاتا چیشه برده راست بگیم بابا ببین دنبال عشقتون اما گفتن پیغون بود یه وقت نکنه که از من برزیرم نه بابا نه خب ما رفتیم سلامت. از حالا به بعد شما میدونین و ارباب خسرو خان اینو باش که دلش میخواد جایی که از ما باشه همچین اجاره پس اخترم خودش مشکل پشکلی شده این خیالش امیری کلچه را کش پایین بریم عشق راست میگه رج نمکه امشب و اکشن باید اینم پنشم برای بخواد کلش کنیم زودتر
راسته بیم یه شرطی ببندیم. تو فکر میکنی چی کاره باشه؟ من میگم ملاکم. نه مریم، فکر نمی کنم ملاک باشه. من میگم تاجیرم. نبود خلبانم. نه عجب بوده پربرکت و کش و جای اونا رو بیم. جای اونا؟ مگه دیوونه شدی پسر؟ آخه ناسلامتی ما مردی. میدونی آقا رضا، اگه این امیر سنگی با ما نبود حتما مسترم میباد از سرم، ولی حیف که رفیق منو بود، نمیشه بنده خدا رو دست به سرش کرد. به نامک اگه یه نگاهی هم میکنم به خاطر موهای فری فری منه. اون دار که هست، من از بابام یاد گرفتم پول رو چجوری پول بکشم. فش نمی کنم، لابود کت بازم. چاکرم فرات ها. سلی رزی جون. سلام. ببینم رزا، سلی یعنی چه؟ سلی یعنی سلام. بله برش بری سر میز فرهادینا، شاید اون با دخترها آشنا باشه و بتونی این بریم. مخاطر نیستیم. باشا لات وزی در نهیم مچه ها. به خودت بگو. سباز بگو. ببینم فارسال دو سلسلش نه؟ بلی آقایون سلام رسی حال شما آشنا بشید خانم زیزی، خانم نینی و آقای روبی که از اون پسرای نیچ خارش نم سر اون میز بشه تو خانم مطلعیه. خوشبختم آقای روبیک. نوکر پاپیتم خانم میز دوازن هسته رزا اینطور این جیلت میزنه دلم به هم خود برنگه سلی آقا سلی سری مثل این که تنهای حسلتون سر رفته سر شداتون در نمیاد. با دوستای من آشنا بشید، من چرخان، رزی جان و امیر خان از اون سرای ما. ما میخواییم همه چی بشینیم سر امید. اگه مایل باشی شما میتونیم بیریم با هم بریم بشینیم. آره خیلی خوب. آره خیلی خوب. آره خیلی خوب. آره خیلی خوب. خواهش میدارم سر. باید دفت نفره باشه. جلی پیکنیک؟ آره شما معمولا رو بیر
بگیری کجا میگی؟ ما بریم پیکنیک. منم میام. پیکنیک. بس یه پیکنیک. نمیتونه به این آب نگاه کنه این اون تگره بگیره نگاه کن اگه مردی بیرون دو قدم بودو اگه خواستم بودو هم که حالی هم که هیکل سالاری نشتم بسه تو ترکهی بودم چی بود بابا اون هیکل میگه سالار بچه داشم هر روز زمستو یه خواهد خونم اونو میشکنم میرم تو سنا بره کفشه تو برخونده بیا بیرون با آب و کسیف کردی کسیف جد داواده تو بزری کن بیدی شما اگه زیاد هم بزنی شلوار تو برمیدنم بیرم با شلوار شلواری هم داشتی شلوار من دست میزنی بسی جیسی گونه بزنشی گوه نه تحصیل بسو همش کفه شلوار
نگید. آقا من به تو چی بگم لاکه دار؟ خاک دوست داره دار موقع پنجر سرم بود. زنگی که تو رد شده باید میتره که جون لاکه من گیرشون بیارم ترتیب شلوار همشونو بیرم. شلوار همشونو تو میری که تو پاره میکنم. نگاه کن آقا وقت پنجر شدم بود اینجای پنجر شد. کجایین؟ رضا امیر منوچهر قایم نشین بیاییم بیرون. اگه نیاییم بیرون واسه میره بیرون. وای خدایا رو پیدا شد. خیلی عصبانی داره لباشو میکه. پاشا با گوشتو بذارم تو مخش. خدایا چه گاجت سرمون شد. آهای کدوم بوری هستین؟ بیدش کارای کنه بردم سامد زنبله بیده سلام ورمان. چهار سال و هفت ماه و 21 روز و 11 ساعت و 18 دقیقه و 7 ثانیه است که نفت میگیریم، بنزین میگیریم، آهار یخه میگیریم، کوف میگیریم، زهرمار میگیریم، اینو میگیریم، اونو میگیریم. از بابت اینا چقدر پول دادیم؟ هیچ. آخه برای زهرمار چه کسی پول نمیده؟ پول که ندادین هیچی؟ نی دینارم نوزون ندادین. چه بگم بچه باز خرش کرد جمعه دو باز خر شدن عربام خسر خون ناچرتش. خسرخا من کاملا به شما حق میدم. خفشو چفشو خفشو من دیگه نمیتونم صبر کنم. 4 سال و اندی صبر کردم ورشکست شدم آقا. از بین رفتم آقا. خاک سرنشین شدم. بیچاره شدم آقا. دیگه نمیتونم. باید همین الان ملک منو تکانین برید بیرون. همین الان که به مطلب نرسیدیم. حالا میخواییم به مطلب برسیم. مطلب چیه؟ میدونی داخل ما تازه دیشب عاقل و بالغ شدیم. بله شو خفشو خفشو خفشو. مطلب نمیخوام. من پول نقد میخوام. پول میخوام. پوش کن بینه من که پول نمیخوایی. ما همه پولاتو با نزولش با دیر کردش با زود کردش تو چند روز دیگه نقد به شما میدیم. ها گفتی نقد از کجا؟ بگید ببینم از کجا و از کجا میاری؟ مگه گنج پیدا کردی؟ سوالش کن. آره سه تا دونه اما نه از اون گنجا. از کدوم گنجا؟ از اون گنجای منظورش اینه که از اون گنجای خوش گنجا. آها فهمیدن دختره. میدونی عربا خستو خواهم برای اینکه بتونیم بسات عقل و عرضی رو را بندازیم. والا چجوری بگم خجالت میشم. خلاصه باید یه خورده پول مول تو دست بال ما باشه واسه اینکه هیچ که حاضر نمیشه دختر خوشگلشو به ست آسمون جلو آسپاس مثل ماها بر بده. درسته. خب منظورش اینه که شما یه خورده پول مول به ما بدین تا ما با دختره عروسی کنیم. وقت پسرامونو فرستادیم سر بزنیم وقت سر فرصت اون پول به شما رد میکنیم. یعنی خیلیش میدین سر فرصت. یعنی چی؟ بگید کی؟ به مجرد این که عروسه سر بگیره. یه 4-5 هزار تومان. بله. با یه ماشین. بله ماشین. ماشین که هر سلام ماما. سلام بابا. سلام مریم جان. کجا بودی؟ همه حسابم به هم ریخت. متشکرم. حمام سونا. آبینم از تو. حمام سونا؟ مگه خدای نکرده عقلت کم شده؟ حمام سونا برای تو خوب نیست مریم جان. راستی ماما ما باید یه پارتی شیک بریم. فرداشم. به این کاری نداشته باش. باشه. من حرفی ندارم. مهمونی بده. خوش بگذارم. خیلی متشکرم ماما. نه بازم مهمونی مثل که پول علف خرسه. آخه یه خورده به فکر من بیچارم باش.
کن. چی کارش داری؟ خواهش کن، ولش کردم. خانم، میخواد مهمونی بریم. خب که گفتی میخوای مهمونی بریم، اونم اینجا و فردا شب. هم با اجازه شما. با اجازه من چند نفرن؟ سه نفر. سه نفر. معلوم نیست چی کارن. ستا. پاپا، اونا ستا مهندس هم. مهندس چی؟ مهندس راه، مهندس شیمی، مهندس پول. آخه اسکناساشو من از کجا بیارم؟ آخه از کجا؟ باش مهمونی بده، هر کاری میخوای بکن. ای بابا، این پولا که پول نیست. گفتی ایشون مهندس هم؟ او نه، اونا هر ستایشون مهندس هم. خیلی خوب، خیلی خوب دخترم، ترکیب مهمونی رو بده. در زن خیلی هم پول داره. عالی. خب حالا نمیشه این نامزده تنها بیاد اینجا وزی؟ او نه، اون تنها نمیاد. چه ترسو. ای پسر، بله قربان. بفرمی. فردا شب یه مهمونی مفصل میریم، اما تو باغ، فهمیدی؟ نه، تو سالن. ببین دخترم، آه پاپا، تو بهترین و دست و دلبازترین پاپای دنیایی. هر دوتون خیلی خوبی. نه هر دوتون متشکرم. به نه خدا فیستو فردا شب. بای بای. بدا که پاپا تخره خوبی. الو تویی؟ آره خودم. سلام، چطوری؟ ببین منم حرفش بس. حتما خیلی گرفتاری. آره من الو دارم صحبت میکنم. خب گوش کن، ما فردا شب یه مهمونی داریم، ایده از دوستانم هم هستن، شما هم دعوت شدین که بیایی. خب چه جور مهمونی است؟ ما همون جوری خودمونه بسازیم. شروع میکنیم، دارم صحبت میکنم. خب بگو چی؟ آره همون که گفتم، آره میاییم. شام چی دارن؟ الو شام چی دارین؟ خدافظ. صحبت می کنم، نمیشتم. خانم ها و آقایان، بسیار به
بسیار محترم این جانه و بنده به طوری به بنده گزارش داده شده این پارتین به خاطر سه جوانی که هر سه این سه جوان سه سخاوتمند و سه ثروتمند و سه سرمهندس سرشناس و سه طرز صورت خوش‌سیرت و با طراوت و صد طرز و خرم برگزار شده که همتون به محضه ما قدم رنجه میفرمایند و با قدوم مبارکشان کلبه ما را قرین رحمت و سرور و سرمتی و سرگرمی میسازند. عالی بود جدا عالی نطفر بودید ارباب خسرو. تحقیراتش بگذره این دفعه رو نکن بابا. لا ولکن بذار هر غلطی دلش میخواد میکنم آقا شما شاهد باره شاهد آقا شاهد باید اونجا دست وای دادم با چه بلایی سر این بلده خدا ورده مرمونم بابا گفتم نذار اون کاری که میخواد بکنه بکنه بذار خودتو درست بکنم بیارم اینه بگی دستت این جسمتشم بذار زیر شسته حالا بخواب که حال نداری خواب آقای مهندسم تشریف آوردن بله جد جلو دمولی دام آمده میدی نبه مهندس آورده بفرما بفرمین بشینین آقای مهندس متشکرم کجا رفته بودین یه دفعه غیبتون زد آره بشکنه رو بودم آره چی شد ده.
فردا چیکار میکنی؟ فردا فردا خونه ما فردا میخواییم بریم شمال، کم میایی؟ اینا میان؟ آره، ستایی ما میخواییم بریم، تم میایی؟ والا من از خدا میخوام، اما اگه جور بشی ببینم از 3-4 روز که بیشتر طول نمیکشه. امیر راستش من سند محضری نمتونم بدم. شما ها چی میگی؟ ارباب ارباب کپیده یعنی خوزبیده یعنی للاییده. ما فردا میخوام بریم شمال، تو هم بابا میخوام. این دیگه غیر قابل تحمله. سه تا شارلاتان، سه تا حق باز، سه تا دزد سر جردنه، سه تا لات بی سر پا میان تو خونه آدمی مثل ما، با دختره ما اشبازی میکنن، ارباب خسروخان بیچاره رو مصروف میکنن، تازه اون وقت دخترای احمق ما به دفاع از اونا برمیان و ازشون حمایت میکنن. پدر تو داری اشتباه میکنی، اونا نه دزدن نه شارلاتان، ما از اونا خوشمون اومد رفتیم باهاشون دوست شدیم. بله دیگه، امثال ما پدر اگه یه خورده شهامت داشتیم، اگه یه خورده جرأت و جسارت به خرج میدادیم و فریب ظاهر این تمدن پوچ و بیمنی رو نمیخوردیم، تو اینقدر وقاحت به خرج نمیدادی که تو رو من وایسی و بگی دیشش دادم. آره دوستش دارم. حالا چی میگی؟ خبش دختری احمق، تو هیچ میدونی عاشق کی شدی؟ بدبخ عاشق یه آدم رخشوش. نفهمیدم مگه رخشویی عیبه؟ نه خیر عزیز دلم، عیب نیست، ولی با خانواده ما جور در نمیاد. من اجازه نمیدم اونا حتی با ما رفت آمد کنن. پدر تو درست مثل آدم های عهد حجر فکر میکنی. تو باید بدونی که این حرفا امروز کهنه شده، از آن گذشته، عشق یاد و عیا سرش نمیشه. سرش نمیشه. داره ویولونسلو میزنه، بعد بیاری رو میبینی چجوری دستمون رو شد. بالاخره دیر یا زود میفهمیدم چی کاره. چی میگه بابا؟ من که نمیتونم دختره رو ولش کنم. خفه شو بابا، مسخره کرده خودش، نمیتونم ولش کنم. فکر نون کن که خربوزه آب روانه. فرزگار باشیم بابا، آخرش که چنگه بشنیم. یا خر میمیره یا خر. بابا باید یه جور خودمونو برسونیم به سر قرار. ارباب اومده از شوه. ارباب؟ ارباب سقه دکتونه که بلده پسرتونه در بیارم. باموش میزنیم که سونه من کشونه میدم. بیم بیرون برو بکنیم. مطمئن که باش شما چیره منو گول میدیم. یا بیرون کن باشه. یا باش سونه گول میدم. چه؟ نفهمیدم. میخوای بکنم توی پر
خیلی خب حالا برو حالا حساب این راننده بی آیین نامه رو میرسم. های راننده متخلف رادیو گفتن برو دست رو سببا نماندن مرا دست سخب بلند بای بای الان مصابره من رو غورت میده. نه آزرم غورمونتم برم ولی تو رو نشی آمن که کهی بلند تشمور میکنی از قد درازت میترکن که نفهمیدم میخوای بکنم توی فندوق خیال میکنی من ترک مگه شهر هرته نه خیلی اما صورم به تو میچربم صورت به من چربیم ولی خواهش میکنم حواست به این شلوار من باشه رسالت هم بود میشه آخه من تو رو اما بهت گفت خلالدندو من کیف کردم برمی کنید برمی کنید موز برا کردید؟ آره ولی اگه کسی لومون نده تو فکر میکنیم مقصودشون چیه؟ این آدم های خطرناک چی کار میخوان بکنن؟ نمیدونم بهتر با مرکز تماس بگیرید. بله الو مرکز؟ ما کماکان در تعقیب اون دو نفر قاچاقچی خطر هستیم. اونا الان تو خیابون آیزنهاور سرگردونن. منتظر دستور شما هستیم. خوب توجه کنید. شما به تعقیب خودتون ادامه بدید. در نظر داشته باشین با چه کسانی تماس میگیرن. موفق باشید. من که فکر نمی کنم 30 سال دیگه بتونه ما رو پیدا کنه. بچه ها اونا کی؟ اون دادا بود بزرگم باید عراقی ها بارو اومد باید پر اینجا کریش هست نمیدونیم کجا باید رفت کجا تو ما رو سوال کرد باید درگاری دارم آیا باید شمای تو اسپانو کرده اون دو نفر قاچاقچی سوار ماشین مشکوکی شدن اینطور که پیداست برن میرن به جاده کرج اونا رو تعقیب کنید و نتیجه رو هر چه زودتر گزارش بدید تونتر برو بابا رسم میگه ای دست دب کنم تا چونه چی میده کهمیونم داره از تون میزنه جلو بابا به تو چه تونتر برو دایی با این نوکری که تا داری های تو جت هم بشینی از زمین نمی کنه با این خیکی که تا داری تا شهر به کرج نمی رسی پش بیادشو بینم بیاده با پیتان شما سیتان میگه بذارم تک دردش خورد کنه این پولو بگیر با اتوبوس بیا که 5000 که من سوار اتوبوس نمیکنم دم به پاشو پیاده شو یه وقت نگیر باشیم از دستم رفت آقای زام برو تو بر نگردی اخ مخبه شور من انسانه بگو به چه اولاخ نوتر شدم فعلاً که بیکار چه کار داری بابا بالاخره یه کاری هست ما که میدونستیم ولی دلم میخواست خودتون بگید اقلا میخواستیم کفاش باشین کفاش باشین که بهتون نگن رخشور رخشور؟ حالا دیگه به لباس روی اتوماتیکم رخشور میگن مثل اینکه بچه‌ل به تریج قواتون برخورد آقایون مهندسی ما کارخونه رخشویی داریم به هیچ کس هم احتیاجی نداریم خیت کردیم خب این که دیگه افاده نداری بر اون پدر جدش نعنت که ما رو سوار نکنی آقا سلام آقا سلام علیکم تو رو وجدان منم تا اون بالا ماله ها ببر میبری خدا عوضت بده خدا انشالله بهش نجاتت بده خیلی تشکر کجا؟ شما کجا میری؟ چالوف منم بابا باشه حالا که این طور شد اجازه بده منم بیام جلو اقلا بشینم خیلی خوب خسته نشی وای وای عجب ماشین فسقلیه یا بابا آب شما که اینکه دونجور جگلویه چرا ماشین چروکنه اصلا تقصیر منه که شما رو سوار کردم خیال میکنی من سوار نمیشهدی چه غلطی میکردی تنها تا چالوس گرگا میخوردنه او یواش اون شبه نگیر خودم یواش خدا کنه ماشینم پنچر نشه نه ترس او خوی لاستیکم پنچر میشه ها؟ غیر خواب این که اصلا نداره باید عوضش کرد اونها
ارباب من تون تسکه نشسته. ای ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که مروت به در آید؟ من فرزی که راننده حواست یه هست که من پیمارست برو کنیم برو. من اگه از سر یکم نگر میدارم آقا اون تسکیت بده حلوا جوز میبخر احمق. برو بینم بابا اینا تسکیت پنچر میکنم. اینا با نوکر بیتی رو مواجب راننده رو عصبانی نکن. اینه تو شکر ببین یکیشون میان کمک همشون رفتن سیلنکیش آفتاب خرمانش افتادی گردن من بدبخت. ای دیاد بدا بدا همین خنگه. بله خب بابا خنگ امته. کجا داره میرسی بابا مرده؟ ما دیگه چرا فراری شدیم؟ تو هم تحت تاثیر فیلم فراری قرار گرفتی. واسه ببینم واسه عجب زنگینه بابا. از دو بیا رو با زفت کن نموتونم بابا اینجره گیره کارتا نیست بابا پاشو. آره بابا این خرمالیه پر توه رو بازو میخواد آق دایی ببین حد عوضی گفت اشتباه یاله به تو آقا جان بیا دست از این بچه بازی بردار. تا بمیره باید معذرت بخوای. ناکرد به من جان کرده تا باید به جاش طلبش رو پاس بگیر. آخه برادر رو که به جای برادر نمی کشن. جان این تم بیا و سوار شو. اگه نوکر من به تو توهین کردی برای چی دیگه اربابش از تو معذرت دارم. بیا بیا خارستینم بابا بیا بیا و سوار شو. باید معذرت بخوای. میخوام چی میخوای؟ معذرت نمیشه. تو باید دردشو رو هم بخوای فهمیدی؟ آقای تاکسی وقتو نگیر. گفتم باید دردشو رو هم بخوای. خیلی خوب معذرت میخوام. زیر هم میخوام، سر هم میخوام، روی هم میخوام، با هم میخوام، پشت هم میخوام. جون من بیاده بیاده دیگه. را بیاده بیاده آدم حسابی. از اول معذرت میخواد. این قدم بالا پایین نمیرفتی. خوشم من خوشم من در این شم پشت باشیده میگم داری رد دخته تو خراشنده تنچه آجه نه. آره تموم شد اوستا. اینم که نمیاد بیرون. از بیرون که برقم بله میاد. بجام با همین خنگه بجام. بله خواه باز گفت لنگش کن. برو تو از این بچه آدم برو تو میدونم که چونه تا برو. این ماشین تو ماشین نیست که خونک میکنم. این ماشین نیست که اولاقه اولاق. برو 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 مریم بود. همه برای بچه هم توش بوده. میدونم که برای سرش بیارم حق بازو. هنوز هیچی نشده داره به من خیانت میکنه. پاشو بریم دنبالشو. واقع دخترم این چه کاری دست خودت دیدی؟ خواهش میکنم پاشو بیا بیا. سگار اولی تو چه بلایی سرش آوردین؟ مگه چی کارش کردم مرتی که عوضی رو؟ خونه عوضی که از این رخشوه خیلی بهتر بود. آره با اون دندونای آریش با اون شکم گوندش کلفت نماسش خیلی زیاد بود. روزن روزن از امشب موسیقی
دندانی رسد وقت کندن است امشب. خودشون هم همون شهر رو دوستان حالا شلوار همه شون مشکوک چند ماشین دیگه هم هستن که الان افتادن تو جاده علی آباد. دارن میرن به سمت آباد منتهی میشه، در نظر میگیرید. مرتب با ما در تماس باشید. گوش کنید. در صورت لزوم از مامورین ژاندارمری پاسگاه علی آباد میتونید کمک بگیرید. منتظر نتیجه هستید. ماشین مشکی گنده ندیدین از این مرور رفت بشه تو همین جاده بابا یا الله بابا دنبال شما رو نگم هستید. بله قربان قاچاقچی‌ها رو دستگیر کردیم، دو نفرم. بله 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 جنسا رو گرفتیم. نه خیر، هرچی بوده مامورین ضبط کردن. بله بله قربان، این عده با اونا نیستن، مثل این که تصادفی با اونا برخورد کرده بودن. اطاعت میشه قربان، تمام گزارشات به عنوان میرسونم. ناشیم، دخترم، مغازم، خودم، همه رو انشالله تا ما دازیده بودم قربان. خواهر منو ندازیده بودم، اون خودش با این آقای اون رفت. اون آقا دروغ میگه. نیا کسای دوست شهر بار، من همه جو دنبال شما بودم. اینم که رخشون از آب در اومد. من از شکایتم صرف نظر میکنم، اما اگر
در 20 کیلومتری خونه من پیداتون بشه، اون وقت من میدونم و شما دکونم هم همین امشب داری تخلیه میکنیم، فهمیدین؟ همین دار خدا این رکا پول نهره بولده میکنیم با مامور؟ چشم میفرستم خدمت مردی که گردن کلفته گاب راجی هر جا میخوای برو دیگه کار نیست بدام نیست اونایی که قبلا خوردم نشخار میکنم کارم نمیکنم از پیش تو هم متاسفانه پلیس ضمن تعقیب این دو قاچاقچی شما را هم جلب کرده البته صرف نظر از خلافای رانندگی که شما به خاطر اون جریمه خواهید داد جرم دیگه متوجه شما نمیشه اگه دعوای خصوصی دارید میتونید بین خودتون حل کنید بفرمایید برو بابا تو هم ما اگه یه جا شانس داشتیم ولی بعد دوچار نمیشدیم حالا هم طوری نشده بر شیطون لعنت آخه عمرم عزیزم جانم چرا اینقدر گله و شکایت میکنی؟ شاید مقدر اینطوری بوده مقدر اینطوری بوده شاید تو میگه بگیر مقدر پقدرش کنم گلیم بخت اسیرا که بافتم سیاه به آب کوثر و زم اگر به زحمت ببندد درش با زحمت گشاید درش دیگرش بیاین توی الله خدا بزرگ هیچ وقت بندگانش مرحوم نمیکنه اینجا جای خوبیه هیچ کس هم مزاحمتون نمیشه آره تو نمیری جون میده واسه طویله کسی هم ازتون اجاره جات مطالبات نمیکنه نه مرگ من بیاد بکنه همین شالیه این موه گل قلم بس بیا این از رکولت این چندونم بگی دستت که لنگرت میخون بشه نیفتی بر رو تو برم تو کت سنگ پای قضینا پشت بس این رو گیرم برای گم شد کرسیه رو برم عجب کرسید بختون رضا این همون یه تیکه زمینیه که از مادر محرومم به من ارث رسیده یه خورده کفنسه اما خب مال خودمونه من بعدم نی از سر همین خنگم زیاده بله ببین چجوری جون میکنه خدا رو خوش نمیاد برو یه خورده کمکه آه اصلا بشونی هفته جون داره تو خودت باش اگه حالا خارج از خودمه بابا یه با معرفت یه خورده به ما کمک بکنه آقایی مثل تو هیچ وقت نباید التماس کنه تو خودت باش آره راست میگه تو خودت باش و الا بیای بیرون سرما میخوری در این زمان ندیدم رفیق یک رنگی وگرنه من کجا بلنگگی به کجا خیلی خواب خدا حالا که اینجا شد من دست به احساس نمیزن یه فرصت تو شنه خور میزنی اگه اینجا رو واسط نابجاری کنم آدم خوبی هم خب معلومه بلنگ و سرچق بیاد آلم نزدن خدم جلو تزن پا جلو تزن پا نیم تزن پا بیاد برام سرت بکنم درد سرم دیست به درد نمیخوری آره شما نزدنگی نیچه خودتی طرف منم خودت اون طرف سواگی چی گرفتی بله این بیمعرفت که شما که خرابه من خرابتر کردین که یلا به جنبه شما یه تکونه بخور نیبونه ما قبل باقه بر بگیره تو بیاد حالا بیا و خوبه کن یلا بچه ها به جنب اینجا سمیز کنیم که جا واسه خوابیدن نداریم ما امشب باید اینجا کبه بکنیم سب کنی اتاق خوابی درست کنن که هیچ مهارجه به خواب نهیده باشه زود به خیام درست کنیم سب به جان سر بخیر بگی خارج بگیرم چه بارونی میاد وای خودم مردم منو چرا نگاهشم شده نگاه کن بس بر به سر کنم بابا بس در دیه خاطر یه آب از کجا میاد بخوابم شاد منم جوال شما مرده مرگن خودش میاره آقا من طاقتم تنگ شده بیا بذار جلوی من گرسون کمر باوری خوش نده ها خوش بلدم عاشق خال عمت هم سلوغش نکن بدش من قربون دست برم بیا بگی آش میخوری؟ با تو بوده آش میخوری؟ برو بابا خوالمو به هم زدی چرا اینطوری هورت میکشی؟ خب بیا تو قاشق بخور دیگه این مال تو مجنون الله اجارش کرد لالش کرده دادی چی میگی؟ بابا تو هم کشت ما رو با این اقشه نمیخورم راست میگه با خودی که حالا آسمون که به زمین نیومده
میکنی پسر چقدر پول توشه؟ چقدر بابا چقدر؟ چقدر پول توشه مزفرش؟ نمیدونم فقط همش اسکناس توشه پوندم الان درش میارم پولاش میشموریم یالا رو کامینی؟ درور کنه الان خاش رو شیختی خاش در میارم خاش رو بیارش بیرو دست به هم ندن گلگلکم میگیره خنده دار میشم خوره پول باشه.
چرت نزن. کجای آخنگه؟ دست برسون. آخ رسوندم. برمانگی از جا. پختیش؟ آره با دیگه زود پزم پختمه. بودستم ولی اگر ما افن. بجم بلن. دارم دمش میکنم. یلا. زیاد گیرد برنادم ناخوز میخورم. خوش میشه. اینم کلوپ رفت شبونه. توش پرندم نمیرخته چه برسه با آدم. شانس بپر. باید بشینین مگس بپرونه. جمونم شب فرشتگان که مادر تو با میگفت. همین امشبه. از در دیوار فر و فر رحمت میرسه. سلام. مظفر. بگو اون چراغا رو خاموش کنه نقلا پول برق ندی. آره بابا پاشیم بابا پاشیم بریم پی کارمون. بریم خیابونا رو مهمونیم بهتر در بابا. بفرمایید. آی کسل شدی. شانس داشتی. خاموش کن بابا برق الکی مصرف نشه. خاموش کن. به نظر من بریم آب و حوض بکشیم سنگین تاریم بهتر نیست آقای فلانی. من بسخته بکشی چقدر بد اقبالم. آخه من که مثل شما یقیم نیستم. تو پدر مادر داری؟ نه نشنوه صدای موضوع که گمانم یه ایت مقروب در خود بدون چرای ما رو بده میخواد بریم ما زن و بچه داریم. چرای منو
بده، پولش بده. بله. چرا مزاحم شد آقا؟ من شما رو نمی‌شناسم. عجب آدم وقاحتی ها. عجیبه. خودت از انگلی؟ شطور گاف پلنگ. چم بگو چه پنگ. ماشین من دختر من ماشین ارباب تو ماشین زنگ زنگ میزنه فقط تو سرم بگرد چطور آقا خوبی باشه من این سوار میشم برای بودو یه دو تا آقا
یعنی چی میرم؟ الان چه جوری قشنگ نکو؟ رفتم تو صندوق خونه. یکی از این علکی خوشا که تو صندوق جلو نشستن باشن.